سال تحصیلی جدید در حالی آغاز شده که نگرانی ها نسبت به معضلات عدیده در نظام آموزشی کشور به اوج خودش رسیده. به گزارش رسانه های حکومتی نزدیک به 800 هزار نفر دانش آموز تا قبل از اول مهر موفق به ثبت نام در هیچ مدرسه ای نشدند. قیمت لوازم و تحریر به شکل قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده و کمبود حداقل 175 هزار معلمی که تا همین الان گفتن که 175 هزار معلم کمبود دارن باعث شده که این نگرانی وجود داشته باشه که تا هفته ها و ماه ها کلاس های درس خالی از معلم باشن. با این وجود مسئله عدم وجود عدالت آموزشی و دسترسی برابر به امکانات تحصیلی موضوعیه که همواره مورد انتقاد معلمین و طیف گسترده ای از فعالین بوده. مسئله‌ای که به نظر میرسه امسال هم وضعش بدتر شده و ظاهراً قراره که لایه‌های فقیرتر جامعه بیشتر از قبل به محرومیت تحصیلی گرفتار بشن. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها گزارش تحقیقی مبسوطی رو تحت عنوان بررسی وضعیت عدالت آموزش عالی در ایران منتشر کرده که از جهات زیادی قابل توجه. این گزارش رو شاید بشه اعتراف نامه بخشی از حکومت نسبت به فروپاشی آموزشی کشور و وجود تبعیض سیستماتیک و آموزش طبقاتی در نظام جمهوری اسلامی تعبیر کرد. بخشی از نتایجی که در این گزارش آماری اومده رو در ادامه میخوایم با هم دیگه مرور کنیم. یکی از این نتایج این بوده که گفته شده، من عین متن رو میخونم، در خوشبینانه ترین حالت حداقل 30% از دانشجویان در همه انواع دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و همه رشته ها در مقطع کاردانی و کارشناسی از 2 دهه که بالای درآمدی هستند. سهم 2 دهک پایین درآمدی کمتر از 10% و در مواردی حتی نزدیک به 5%. برای اینکه این نتیجه رو بررسی کنیم 2 تا نمودار رو میخوایم بهش نگاه بندازیم. نمودار اولی که میبینید همونطور که در تصویر هم نوشته جمعیت دانشجویان رو نشون میده به تفکیک دهک هایی که درش حضور دارن. عدد 7.1 رو میبینید که مربوط به 2 دهک فقیرتر جامعه هستند که تنها 7% از کل دانشجویان رو تشکیل میدن و در مقابل ثروتمندان در ایران یعنی 2 دهک بالایی 36.9% دانشجویان رو تشکیل میدن. تصویر بعدی رو با هم دیگه مرور میکنیم که مربوط به همین موضوع هست که در واقع نرخ تحصیل آموزش عالی مقطع کارشناسی ارشد رو برای گروه های درآمدی نشون میده. عدد سمت چپ نمودار رو میبینید مربوط به دهک 1 و 2 هست و عدد آخر که عدد بزرگتر هم هست مربوط به عدد به قشر ثروتمند جامعه. کافی تفاوت رو ببینید که تنها 20% از فرزندان دهک های فقیر جامعه تا مقطع کارشناسی مدرک تحصیلی دارن و این رقم برای ثروتمندان اون جامعه 51.2 هست. باید در نظر داشته باشیم که این گزارشات رو مرکز پژوهش های آماری مجلس جمهوری اسلامی تهیه کرده. طبعا میتونیم این اعداد رو با یک ضریب بسیار بالاتری ضرب و بخش بکنیم و به اون اعداد واقعی برسیم، ولی چیزی که اینجا برای ما مهم هست نسبتی هست که بین این اعداد وجود داره. اما نتیجه بعدی که در این گزارش گرفته میشه در رابطه با رتبه های کنکور هست. در این گزارش گفته میشه نزدیک به 55% رتبه های کنکوری کشوری زیر 3000، 50% تمامی رتبه ها زیر 10000 و 44% تمامی رتبه های زیر 20000 کنکورهای سراسری از 2 دهک بالای درآمدی هستند، در حالی که سهم
2 دهک پایین درآمدی از رتبه‌های زیر 3000 10000 و 20000 به ترتیب حدود 3%، 5% و 7% هست. همونطور که در تصویر در نمودار خواهید دید، البته نموداری که مربوط به رتبه‌های کنکور هست، اتاق فرمان بله نشون میدن، این تصویر به روشنی نشون میده که رتبه‌های برتر کنکور در رشته‌های مختلف متعلق به چه دهک‌های درآمدی هست. خیلی ساده اگر بخوایم بگیم، چیزی که مرکز پژوهش‌های مجلس اثبات کرده و گفته این واقعیت جمهوری اسلامی هست، اینه که ثروتمندان اون جامعه که بخش اعظمشون به خود حکومت جمهوری اسلامی نزدیک میشن، نه فقط اکثریت کرسی‌های دانشگاه‌ها رو، خصوصا دانشگاه‌های دولتی رو در اختیار خودشون دارن، بلکه رتبه‌های برتر کنکور از جهات مختلفی متعلق به همین اقشار پردرآمد جامعه هست. و اما نتیجه بعدی که بررسی کرده این گزارش آماری نشون میده که وضعیت هزینه آموزشی که خرج میشه برای دانش آموزان چقدر متفاوت هست. این گزارش میگه متوسط هزینه آموزشی سالیانه خانوارها در 2 دهک بالا برای هر فرزند در مقطع دبیرستان بسیار بیشتر از 2 دهک پایین است. درصد قابل توجهی از فرزندان 2 دهک بالا به مدارس غیر دولتی میروند و شهریه متوسط بیش از 10 میلیون تومان پرداخت میکنند. دانش آموزان 2 دهک پایین عمدتاً به مدارس دولتی میروند با هزینه آموزشی ناچیز برای خانوار. در واقع اون چیزی که الان شما دارید در تصویر میبینید، اون خرجی هست که یک خانواده برای فرزندش میکنه در مقطع آموزشیش. اگر ما فرض بگیریم که طبق معمول اعداد به صورت مطلق اشتباه هستن و جمهوری اسلامی سعی میکنه دست پایین این اعداد رو بگیر، فقط به نسبت این مسئله توجه میکنیم، طبق این نموداری که مجلس جمهوری اسلامی منتشر کرده، قشر پردرآمد جامعه، 2 دهک پردرآمد، هزینه آموزشیشون 20 برابر 2 دهک پایینی هست. رقمی که شاید در هیچ کجای دنیا این نابرابری آموزشی رو نبینیم. اونچه که از بررسی این گزارش سعی کردیم بهش برسیم و مورد بررسی قرار بدیم این هست که آموزش طبقاتی در جمهوری اسلامی چیزی که ما همیشه باهاش آشنا بودیم، فعالین جنبش معلمان، دانش آموزان، دانشجویان همواره علیش صحبت کردند. اما نکته جالبی که الان وجود داره، مجلس جمهوری اسلامی به اثبات رسونده برای خود حکومت که تمام این بحث‌هایی که علیه نظام آموزشی جمهوری اسلامی می‌کنند که طبقاتی، تبعیض‌آمیز و 1001 محرومیت توش وجود داره، همه اینا صحت داره. احکامی که برای اونا شاید طی چند دهه اخیر بسیاری از معلمان رو زندان کردند که به همین سیستم آموزشی انتقاد داشتن. اما از آموزش طبقاتی گفتیم، اینجا جا داره اشاره‌ای هم داشته باشیم به بیانیه اخیر حزب کمونیست کارگری در مورد نظام آموزشی در ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید. در بخشی از بیانیه در رابطه با مطالبات فوری نسبت به آموزش طبقاتی در جمهوری اسلامی صحبت شده که این موارد رو می‌خوایم بررسی بکنیم. در واقع این مطالباتی هستند که در برابر این وضعیتی که مجلس اسلامی توصیف کرده، ما مردم باید در برابر جمهوری اسلامی قرار بدیم. آموزش عمومی و رایگان اجباری تا پایان دوره دبیرستان و ممنوعیت سیستم آموزش کالایی. دانش آموزان در کلیه شهرها و روستاها باید به یک سیستم آموزشی با کیفیت دسترسی داشته باشند. دسترسی برابر به فرصت‌های یادگیری حق همه دانش آموزان است. مطالبه بعدی رایگان شدن کتاب‌های درسی و لوازم التحریر برای کلیه دانش آموزان در همه سطوح. کلیه مدارس باید از تجهیزات کافی آموزشی مانند امکانات آزمایشگاهی، دیجیتالی و غیره برخوردار باشند. ایجاد سلف سرویس در همه مدارس و یک وعده غذای گرم با کیفیت و رایگان برای دانش آموزان در همه دوره‌های تحصیلی. اختصاص سرویس
رایگان عیاب و زها برای مدارس و در دسترس برای کلیه دانش آموزان، ریشه‌کن کردن بیسوادی و رشد دائمی سطح سواد و اطلاعات علمی و فنی اهالی کشور. آموزش حق همه مردم است و دسترسی افراد به آموزش و دوره‌های آموزشی باید کاملاً از سطح درآمد خانواده مستقل باشد. تشویق دانش آموزانی که در سطوح مختلف مدارس مجبور به ترک تحصیل شدند به ادامه تحصیل و ایجاد امکانات لازم برای ادامه تحصیل آنها همراه با تأمین زندگی آنها در دوره تحصیلی. در این راستا برنامه ریزی ویژه برای بازگشت به تحصیل کودکان کار و خیابان هم باید وجود داشته باشد. و مطالبه آخر، آموزش به زبان مادری حق همه دانش آموزان است. ایجاد امکانات آموزش به زبان مادری برای همه دانش آموزان در سراسر کشور.